نیکی محجوب، همکارم از لندن با ماست. نیکی، به نظر میرسه توقفی در مورد این در روند این مسمومیت‌های سریالی به وجود نیومده. امروز چه خبر؟ متاسفانه دقیقا همینطوره. امروز ما خب این مسمومیت‌ها رو ابتدای صبح خبر از باغملک اومد، یک دبیرستان در باغملک بود، بعد خبرها گسترش پیدا کرد، دو تا مدرسه در اهواز به اسم کوثر و ستایش، دو تا مدرسه در آبادان صدیقه کبرا و معین، یک مدرسه در سیاهکل. و نکته‌ای که وجود داره اینه که خب این خبرها هم برای خانواده‌ها نگران کننده است، هم برای معلمان، چون باز هم گزارش حاکی از این هستش که مثلا در باغ ملک ماموران امنیتی میخواستن اجازه و مدیر مدرسه میخواستن اجازه ندن که بچه ها مدرسه رو ترک بکنن، و در هر حال وقتی خود بچه ها با ماموران اورژانس تماس گرفتن مجبور شدن که این امکان رو فراهم بکنن. در آبادان بر اساس اون چه که مقامات اعلام کردن، قاعدتا تعداد بچه ها اینقدر زیاد هستش که به دو تا بیمارستان فرستادن، یکی بیمارستان طالقانی در این شهر و یکی بیمارستان بهشتی. خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری وابسته به دولت جمهوری اسلامی، هم عنوان کرده که دست کم یکی از این دانش آموزان به دلیل بیماری زمینه‌ای شرایطش خیلی مساعد نیست و در بیمارستان بستریه. نیکی، بیشتر از 3 ماه از این حملات میگذره، خودت فکر میکنم هر روز تقریبا اینا رو دنبال کردی، تا حالا آیا هیچ کدوم از مقامات در واقع حکومتی و دولتی پاسخی به خانواده این کودکان ارائه دادن؟ آره، پاسخش در اصل اینجوری گفت، ارعاب کردن، تهدید کردن، مجبورشون کردن ساکت باشن، جواب آزمایش ها رو در اختیارشون نذاشتن، عزیزانشون که مریض میشن رو ابتدا متهم کرده بودن به اینکه حالا شاید این بچه‌ها بیرون از مدرسه ماده مخدر مصرف کردن یا برای اینکه مدرسه نرن این کارو کردن، بعد یواش یواش حاضر شدن حداقل بپذیرن مسمومیته. اما از چند روز پیش شروع کردن به پخش اعترافات اجباری دانش آموزان، یعنی مثلا ما دانش آموزانی رو در لار داشتیم که ویدئویی از اونها منتشر شده که دارن مقابل دوربین اعتراف اجباری میکنن به کار نکرده که اینها بودند که سم تهیه کردن برای مسموم کردن. یا در استان سنندج ادعا شده که 10 نفر رو حکم بازداشت براشون صادر شده که واقعا مشخص نیست این 10 نفر قرار کی باشن. از اون طرف گفته شده با هر کسی که خبری منتشر میکنه که باعث نگرانی میشه یا انحراف جامعه برخورد میشه. ما میبینیم در ادامه اون بلاگر در ارومیه بازداشت شده، خبرنگار وبسایت قم نیوز، سردبیر وبسایت قم نیوز رو بازداشت کردن به دلیل پیگیریاش. یعنی رویه‌ای که همیشه جمهوری اسلامی در خصوص مسائل این چنینی داشته. ما در مورد اتفاقی که در اسید پاشی اصفهان افتاد سالها پیش شاهد بودیم، وقتی مردم تجمع کردن در اعتراض به اون اتفاق، تعدادی از معترضان و فعالان مدنی بازداشت و زندانی شدن. الان در این مورد هم به جای اینکه پاسخ بدن، جواب آزمایش ها رو از بیمارستان ها جمع میکنن، خانواده ها رو مجبور به سکوت میکنن، به کادر درمان گفته میشه اگر اطلاع رسانی به هر شکلی صورت بگیره اونها توبیخ خواهند شد، از اون طرف معلمان رو دارن با پیامک تهدید میکنن که نباید اطلاع رسانی بکنن، به خبرنگاران پیگیر پرونده ها میگن که باید سکوت بکنن، و تنها چیزی که وجود داره الان نهادهای حقوق بشری و فعالای حقوق بشری تاکید دارن که اگر خانواده ها امکانش رو دارن که به هر شکلی جواب آزمایش های عزیزانشون رو، دانش آموزان رو، این کودکان رو برای این نهادهای حقوق بشری بفرستن، این امکان رو فراهم بکنن تا شاید نهادهای حقوق بشری بتونن مستقل رسیدگی بکنن و ببینن دلیل این مسمومیت ها به این گستردگی که بیش از 2000 تا دانش آموزن در بیش از 25 استان کشور چی بوده. ممنونم از تو نیکی محجوب، همکارم که از لندن با ما بودی.